اگر روزی نگاه تو. سلام، حالتون چطور بچه‌ها؟ مستر دکویای باحال و اینکه امیدوارم که خوب و سر حال باشید. یه مدت من نبودم، فیلمو بو گرفته و دیدم که چه اتفاقایی افتاده. بریم از کیارش شروع کنیم، ببینیم آقای انقا در قسمت 11 این سری 14 در قسمت 14 چه کرده. فقط دیگه شکلات نداشت بده. بریم و برگردیم و در موردش بیشتر صحبت میکنیم. درود بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. خدا رو شکر با حضور مستر دکو میخوام نظر خودم رو راجع به این برنامه خیلی راحت و بی‌پرده بگم. اول اومدم راجع به تصویربرداری اون قابی که داره ابتدای سکانس هست صحبت کنم. شهاب حسینی میاد، نور کمه، اینور نور زیاده. من نفهمیدم بالاخره تو دو جا فیلم برداری کردن یا چقدر واگ وجود داره. اومدم راجع به اساس و پایه داستانی صحبت کنم که آقای انقا داره روش مانور میده. کجا به بیننده این کینه حامد و پسر عشیر رو نشون دادی؟ کجا نشون دادی که پیش زمینه اینو داره که برسه به رضایت؟ با کدوم فکتی؟ این لجبازی و غرور مردانه در شخصیت پردازی آقای حامد تهرانی کجا به ما القا شد که الان انقدر بولد شده؟ به جای ایجاد گره و ترغیب بیننده، هر جایی که دوست داری از هر لوکیشنی که دلت میخواد شما نشون میدی. میای به ما دقیقه 27 دفتر اسناد رسمی 81 نشون میدی به عنوان نمای مادر، وارد کافی شاپ میشی. آقای انقا مگه داریم؟ شما چجوری توجه نمیکنی به نکات؟ در احساسی ترین لحظه یکم از دید شما احساسیه، میای آهنگ If You Go Away رو میذاری. اصلا احساسی نمیشه بیننده ایرانی با این موسیقی. من یک بار مهدی نبود جاش خالی مستدکو راجع به دلیل ساخت این اثر صحبت کردم که از بچگی آقای انقا نشأت میگیره. آقای انقا متاسفم، شما بیمار جنسی هم هستی. شما خودت رو حتما به یک پزشک نشون بده چون شما مازوخیست جنسی داری. فانتزی جنسی چیست؟ یک فانتزی جنسی میتواند توسط تخیل حافظه فرد ایجاد شود. ممکن است به طور مستقل و یا با تحریک بیرونی مانند عشق شهوانی و پورنوگرافی یک شی فیزیکی یا کشش جنسی به شخص دیگر ایجاد شود. عروسی داخل زندان، آرایش، دوربین پاها رو نشون میده، سایه، صحنه اروتیکی. من برای چی باید بیام چیزهایی که زادی ذهن مریض شماست رو ببینم؟ راجب زن ستیزی صحبت که دیگه نابود کردی دیگه، عملا دیگه اصلا زنی رو شما نذاشتی که وجود داشته باشه. مهتاب که اونور گریه، ایشون هم که دنبال حامد، هم دارن خودشون رو پاره پوره میکنن برسن به حامد مرد داستانه. اصلا واقعا من متاسفم. حالا اینم بهت بگم، یه ذره من میگم که یه ذره تسیس کن، آب بخور دیگه. آقای انقا رو فکر کنم الان پیرنش مونده. بچه نگاه کاش که تو برنامه بود، من بهش گفتم که یه چیز داریم، یکی از بچه هامون یه ذره بدحاله، بهش گفتم و نگاه گفتش که اوکی من میرم. ولی نگاه میدونم، از طرف نگاه میگم آرایش خانم، این خانمی که تو زندان بود با هم تعادل نداشت. یعنی یکی آرایش داشت، بعد اومد جلوی آرایش دیگه شد و دیگه داستان. بعد آقای انقا جمله از مارکس می نویسی، تو که اینقدر به عقد و صیغه و فلان اعتقاد داری، بعد میری جمله برای کمونیستی می نویسی، از مارکس میری برای ما می نویسی دیگه. به هر حال نمیدونم، من فکر می کنم که محفل انقا جایی بود که بازیگرا بتونن لول خودشونو تا حد زیادی به پایین سوق بدهند. بذار بشنویم نازگل. فیلم سینمایی شهرک یه صحبتی کردیم، من قسمت قبل از صحبتات وام گرفتم، گفتم مهدی همیشه میگه آقا کارگردانا، فیلم نام نویسا، خالق اثر، یا یک صحنه اروتیکی جنسی رو کلن نشون ندید اگر نمیتوانید نشون بدید، یا به این شکل براش. دقیقاً در آخرین قسمت یاد حرف تو افتادم، یعنی چی سایه نشون میدی بعد فریم بسته رو پا؟ مثلا به چه درد میخوره این صحنه؟ من برای چی باید خونجا چیز نشون میده که مثلا شعبانی اون ورهشون به شعبانی تکیه داده؟ نمیدونم. بعد یه سری تو زندان دیگه زندانبان دستبند میزنه، بعد بغلش میکنه، من میگم در انتها قندم میسابیدن واسش دیگه. کاتگوری BDSM دستبند و اینا، ایشون یه ذره مشکل داره دیگه. سلام به همگی، خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم. من چون از قسمت اول گناه فرشته نبودم، میخوام از اول شروع کنم بیام با اجازهتون. ببین
از اول قضیه با داستان مشکل دارم. یه خانواده بسامان که پدر و مادر، یعنی این زن و شوهر، از یک جایگاه اجتماعی خوبی برخوردارن، هر جفتشون توی شغلشون جایگاه خوبی دارن، از نظر وضع مالی خوبن، با بچهشون رابطه خوبی دارن، دوستای قدیمی دارن، بعد یهو کات ما وارد یک عشق عجیب غریب میشیم. کجای این منطق وجود داره؟ شخصیت پردازی که داغون یه سری دیالوگ نوشته که به نظر من میخواست از آقای مسعود کیمیایی وام بگیره، چون آقای مسعود کیمیایی دیالوگ نمیتونن، شعرگونه مینویسن. خیلی دلش میخواست این کار بکنه، افتضاح نتونسته. اصلا یه سری دیالوگ داره میگه که اصلا چی میگی، با کی کار داری، با زنگ طبق بالا رو بزن. این که از این شخصیت پردازیایی که حتی اگر حامد رو بخوایم بگیم که شخصیت پردازیشو یک کمی روش توجه داشته، توی سکانس اول میاد به باباش میگه تو منو نمیشناسی، من پسر تو هم، من نمیخوام ازدواج کنم. کات جلسه بعدی، سکانس بعدی میگه به فرشته من شدم آقا حامد عزیز دلم. با کی کار داری آقای حسینی؟ اصلا شما چرا اصلا کجای داستان داریم اشتباه عوضی اشتباه میذاری؟ یعنی هر سکانس داری خودتون رو نقص میکنی. شخصیت پردازی ها که تو در و دیوار. بعد من نمیفهمم فرشته تو زندان به همبندیاش میگه من عاشق وکیلم شدن، مردم بیرون که از گفتگوی این دوتا با هم دیگه خبر ندارن تو این مدت کوتاه همه کجا فهمیدن حامد عاشق فرشته شده؟ نوستراداموس دارین؟ با جنا در ارتباطین؟ فالگیر دارین؟ چه خبر هستن؟ شما اصلا چی شد یه و همتون خواستین فرشته رو بچسبونین به حامد؟ بعد چرا یه دختر دم اعدامی که عاشق وکیل زن و بچه داره شده باید اینقدر سفید و پاک و معصوم باشه؟ اصلا کجای این قصه تو جامعه ما پاک و تو هر جامعه پاک و معصومه؟ بذار کنار. از شخصیت پس 14 قسمت از سریال رفته ما اصلا نمیدونیم رابطه آشا مهرابی و مهدی فقیه چی بوده. یه چیز رو هوا برای خودتون گفتین، اینا یه عشق قدیمی داشتن، دستتون درد نکن، خیلی زحمت. همه یه عشق قدیمی تو این سریال با هم دیگه داشتن. طراحی گیریم افتضاح. کی تا حالا تو زندان آرایش هشت قلم میکنن همه زندانیا؟ روژ و خیلی همه خوشگل و خوشتیپ و با کفش پاشنه 10 سانتی سوار موتور میشی خانم اسمش یادم رفت، مهتاب. کارگردان نفهمید، طراح صحنه خودت هم نفهمیدی نمیتونی با کفش پاشنه 10 سانتی موتور، نه دیگه واقعا پاشنه کفش پاشنه 10 سانتی میخی عبدی جان اقتدار زنه رانندگی و موتور سوار با کفش پاشنه بلند اقتدار زنه. 10 سانتی میخی شما نمیتونی منو درک میکنه؟ 10 سانتی میخی نه قبول نمیکنم. نازگل نبود بچه در مورد این پاشنه، آره در مورد پاشنه صحبت کردیم ولی به یه عکسایی رسیدیم که این عکسا تو مجله پلی بوی بود. برای من تصمیم که تصمیم میگیم ببین کفش پاشنه بلند با بیکینی بر روی موتور اون اصلا خب میشه... اصلا تکلیفش مشخصه. وکیل میگم آقای انقا خوشوقت نشون بده یه سی دیده آره بعد شبا فیلتر شکن روشن میکنه آقای انقا. اصلا طراحی صحنه های افتضاح، دادگاه نیست، پدر و دختر نشستن با همدیگه تو این قسمت دارن حرف میزنن، دو تا صندلی چرمی گذاشتی برشون به دیوار پشت آب پاشیدین بگین زندانه؟ کجاش زندانه؟ اصلا صندلی چرمیه رو به قرآن فقط احتمالا مارکش یه جای بهمون نشون داده تبلیغش نده. ببین همه چیش داره بعد جلو، اصلا چی کار داری میکنی با ما؟ یعنی از هر نظریه عده آدم بدون هیچ گونه خلاقیتی دور همدیگه جمع شدن و بدون استعداد و سواد با کمال احترام، اصلا نمیفهمم هیچ کدومش در نمیاد. واقعا خیلی خیلی زیاد برای شهاب حسینی متاسفم، برای مهدی فقیه متاسفم، مهدی سلطانی فقیه، مهدی سلطانی متاسفم، برای این بازیگرای خفنی که شماها کارهای خیلی خفنی ازتون دیدیم. چرا باید بیان توی کار اینقدر ضعیف؟ من حتی یه دونه سکانس خوب نه، اصلا من هنوز نفهمیدم پدر شهاب حسینی کیه؟ چرا همه ایران ازش میترسن؟ بعد با 4 تصادف آخرش هم که اصلا دیگه ترکیده. ببین اگه میخواستیم یه سریالی بسازیم که راجب وکیل و فلان و اینا، یه مثال خیلی خوبی در تایم بعدی صحبتم براتون میارم. آقا منم سلام عرض میکنم خدمت همه تون. من یه لحظه احساس کردم که اونجایی که دارم سلام میگه که من چه خواسته‌ای داری، فکر کردم که مثلا زنشو میخواد، بعد احساس کردم که آقای انقا برده رو فیلم ایندیسنت پروپوزال رابرت ردفورد و دمی مور. بعد عرضم بعد چقدر این زندان زنان، این زنا همشون خوش‌ذات و مهربونن بابا، اینا زندانین، نمیشه که اینجوری.
بعد واقعا اون مرده با اون قیافه شلغم میزنش از بوش میفهمید خوشحاله یا نه، مثلا بو عرق زیاد میداد میفهمید استرس داره. این خیلی بده. عرضم به حضور شما که کیارش اشاره کرد میره رو آهنگ فرانک سیناترا، بعد اونجایی که میخواد صدا بالا باشه میشه But if you stay I will make you a day، اینجوری که میشه بالش سر بالش سفید با گلای بنفش و روسری بنفش خانم پورابدینی رو اینجوری نشون میده. حالا به هم خورد. چرا باید تو زندان ملاقات خصوصی تخت و دراوه رو همه چه مقدر ست اینو یادم رفت بگم خوشو گفتم. نول کشو بفرستی دو ساعت اون توی کلا چی تو اون کشو نه وسایل دیگه ای هم بوده که خب قطعا توی تخیل آقای انقا بوده نمیتونست نشون بده ولی مطمئن باشید وجود داشته. بابا لقا ملاقات خصوصی فیلمی که منتشر شده نگاه هم کردی الهام گرفتی. حامد هم که نشون داد تریاکی اصلا تا تریاک نکشه نمیتونه سکس کنه، اونجا نشسته بود فقط نگاه میکرد. عرضم به حضور شما که تازه من ببخش آقای چیز مهتاب هم فهمیدم چرا از نبید خوشش نمیاد، به خاطر اون مدل موهاشه. هیچ کی اون مدل مو خوشش نمیاد، شاید اگه موهاشو کوتاه کنه خوشش بیاد. چه مدل مویه؟ مزمز امروز نبود بچه ها، مزمز امروز تبلیغ نکرد تو فیلم. نمیدونم سیگار تبلیغ کرد. آره سیگار تبلیغ کرد. چه کچلوار آبی استخری پوشیده بود عماد، یعنی واقعا بعید بود از آدمی که اونقدر قطعا جورابای سفید بود که افشاش مشکی. حالا من سری تو چه میگم قسمت بعد دقیقاً فکرم از چیزو یک سری بهتون بگم. بعد اگه احساب ببره دقیقاً یه جوری ببره که آخرش فکر کنی که مهتابو میخواد، خب دقیقاً میشه یه جمله معروفی که فیلم ایندیسنت پروپوزال داره که بهت میگه اگه یک سری خیلی دوست داری ولش کن بذار بره، اگه برگشت یعنی برای تو بوده، اگه برنگشت یعنی هیچ وقت این برای تو نبوده. حالا ببینیم دقیقاً قسمت‌های بعدی میفهمیم که اینو میخواد یا نه. من تو قسمت بعدی صحبتم حدسم از سریالو میگم. فعلا که نگهمون داشت دیگه. بچه به نظرتون اون ماشین وقتی از یه جا بیفته، خب نازگار تو کار ماشین بوده، به نظرتون 16 تا ایربگ توش باز نمیشه؟ رنج رو من مطمئنم رنج روور باید شکایت کنه. آره اصلا پراید بود نمیدونم 405، حالا میگیم اوکی جای نقطه ثقل زدی و پرتش کرد بالا پای، ولی قطعا مثل پرادو آقای دایی حتما باید شکایت کنه. آره دقیقاً، چون گرونترین ماشین ایران ده. سلام و درود خدمت همه عزیزان مستر دکویی، خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت همه دوستان و علل خصوص خود مستر دکو هستیم. گناه فرشته تکلیفمون رو خیلی وقت معلوم کرده، ما داریم به نظر خودم خدازاری دیگه میکنیم، چون این دیگه تکلیفش معلومه که یعنی خیلی میخوام خونسردیمو حفظ کنم از الفاظ درستی استفاده کنم. واقعا کسافت زده آیه انگا توی ویودی های که در حال حاضر داره پخش میشه. به این بچه ما دیگه حالا یکی تنها میبینه فیلم و سریال و یکی با خانواده میبینه، ما با خانواده نشستیم داریم سریال میبینیم، اصلا چه کسافت کاریه، چقدر تو کثیف مغزت، یعنی اصلا نمیشه، یعنی همه با هم عقل میزدیم، یعنی این میرفت دورمین رو پن میکرد ما عقل میزدیم، اصلا کاری به این کاراش ندارم. دمشون گرم خدا نصف قسمت داشتم خجالت میکشیدم اصلا ما اینجوری بودیم خجالت میکشیدم اینو اصلا بدون اغراق میگم، ما همگی با هم اینجوری بودیم پلان میگرفت. نولان هم تو اوپنهایمر دو تا صحنه داشت، اونم به نظر شما صحنه عقداری بود؟ اونو والا ما عکس گرفتیم نه میخوام صحنه اروتیکو در تصویر کنیم، این دستش بسته است نتونسته حالا مثلا مثل اون صحنه درست بکنه، این شکلی درست کرده. نوع ارتباط شما میگین که مشکل داشت؟ نه موضوع اینه که فیلم نولان یک بخشش این بود، کل هدف این فیلم موضوع اصلی محور اصلی شده زادیزه. آره نه آخه مثلا فیلم چیز هست پیشنهاد بی‌شرمانه‌ای هم که عبدی داره میگه، اونم خب داشت و همه فیلمایی که هست. اصلا تکلیف اونا مشخص. ببین الان مهدی مشکل اینه که این حسی که خانم فرشته داره از آقازاده باهاش بوده تا الان، حرام اندر حرام. آره اصلا اوغبرنگی اصلا قفله. آره از مانلی باهاش بوده. آره حالا جدا از اینا از اینا بگذریم میرسیم به صحنه هایی که در حرامه. آه
عرضم به حضورتون که بگذریم از این چیزاش. فقط من نمیدونم اینو، دوست دارم امیدوارم که صدامو بشنون. از صحنه‌ای که از زندان به بعد، پلانی که آیه حسینی اومدن تو اتاق و اینا، چه اتفاقی واسه ادیت افتاد؟ یعنی چه اتفاقی واسه تصویر افتاد؟ یعنی شما هم حس کردید یه سری چیزا باید توی گیریم باشه یا توی نورپردازی باشه؟ این افکت بیوتی که افتاد رو اینا چی میگی اصلا؟ یعنی یه لایه سافتی شما هم حس کردید تو تصویر؟ ببین یه موقع هم مثلا طرف میخوان امام رضا رو نشون بدن، آره، یه شخصیتی رو میخوان نشون بدن، اوکی، یا طرف شخصیت ما یه آرزو، آمال یا یه رویایی رو داره، آره، میان مثلا سفید میکنن، یه خود نرمتر میکنن، کثافت ترین صحنه رو برداشته، حالت چی میگن، افکتای بیوتی انداخته روش، نرم کرده قشنگ، یعنی کم مونده بود اونجا یه زلال احکام هم پخش اون وسط. یعنی واقعا بیچارمون کردی های انقا با این سریاله. سلام دوستای خوبم و مخاطبین گلمون. حالا دوستان یه مقدار خیلی عصبانی هستن. البته که این قسمت واقعا منو اذیت کرد. من واقعا تیزر این قسمت رو که دیدم گفتم خدا کنه که حداقل من، چون یه جاهایی، خب شما خودتون میدونید، حالا چون قصتشو من دوست داشتم یه مقدارشو، ازش دفاعهایی میکردم و میگفتم شاید این تو رویای اون فرشته باشه. و وقتی واقعا دارم اینو بهتون میگم، وقتی واقعیت پیدا کرد خودم حالم خیلی بد شد. به خاطر اینکه نمیدونم اصلا به هم ریختم، به خاطر اینکه اینقدر، حالا یه سری چیزای داستانی اینو من دوست داشتم واقعا آقای انقا، ولی شما شدی جز اون کارگردان یا نویسنده هایی که مثل آقای افخمی که اصلا تو لیستیه که من اصلا فیلماشو نگاه نمی کنم، یا از یه جایی به بعد آقای مسعود کیمیایی رو که واقعا دوستش دارم، مسعود کیمیایی به عنوان یه استاد که هستش دوستش دارم، ولی آقای انقا شما حتی اگر یه فیلمی هم بسازید که عالی عالی هم باشه من نگاه نمی کنم دیگه. یعنی اسم شما برای من این شد، من اصلا دوست نداشتم این سکانس باشه، واقعا نابود شدم. من نمیدونم اصلا، واقعا از مخاطبینم عذرخواهی میکنم، من عذرخواهی میکنم از مخاطبین که اینجا تو این گروه اصلا این آقای نمیدونم اصلا گرگیجه گرفتم، این آقای عماد کجای جامعه ما هست؟ یه عمادی رو که به ما نشون میده، من یه جایی گفتم دوست دارم آخر بفهمم این عماد کیه دیگه، به قول نازگل این عماده کیه؟ ولی الان دیگه اصلا برای مهم نیست که حتی میخواسته نمیدونم، حتی اینکه روشن کرد که مهتاب خیانتی نکرده بود، که منو نگاهم در این مورد با هم مشترک نظر داشتیم، الان اینم دیگه برای من مهم نیست که سفید کردی مهتابو، یعنی برام بی‌ارزش شد این با گذاشتن این سکانس مزخرف و این عقدی که انجام شد. فقط بیا یه لطفی کن آقای رضوی، آقای بهزاد رضوی عزیز، صدا پیشه عزیزمون، اگر این دور میبینه یه موقع برنامه ما رو، او شما بیا عمادو برای من تشریح کن، عماد کجای جامعه ما هست؟ کسی که یه سکانس داره که وقتی به پسرش میگن بالا چشت ابروه، میزنه طرف و تا اینکه خانوادش رو بده میگه که یعنی حق نداری به پسر من بگی بالا چشت ابروه، بعد میای توی سکانس به عروست میگه که خب الان دیگه دیده نسبت به پسر من حالا عوض شده، دیگه بددل شدی، برو طلاق بگی تو مادر نوه، حکم طلاق میده. بعد میای اینجا پسرت اصلا دو به شکه، چون اصلا میگه این کار غلطه، چون بالاخره به فرشته گفت این کار غلطه، بعد تو میای میگی که این دختر آخر راه، برو اصلا میگم چه آدمی هست تو جامعه ما؟ کجای جامعه ماست که، چون بالاخره نویسنده و کارگردان ها میان حتی اگر از یه زن ببخشید فاحشه میسازن، خب تو جامعه هست، زنی که زن دوم میشه خب تو جامعه هست، مردی که پل حوسته تو جامعه هست، ولی این پدر، این عماد اصلا کجای جامعه ما هست؟ خیلی پارادوکس داره رفتارش، خیلی پارادوکس داره، شما درست میگید. نه هستش بچه ها، هستش. فقط یه نکته رو بهتون میگم، من به نظرم مهدی جان، آقای افخمی رو اصلا نباید مقایسه کنه با آقای انقا، ما خاطره آقای کوچک جنگلی رو داریم باهاش، بعد عرض شوکران رو داریم باهاش، خیلی خاطره داریم با آقای افخمی، درسته توی سالهای اخیر یه ذره آدم بدقلقی شده، ولی کلن ما با
کاراش خندیدیم، با سن پترزبورگش خندیدیم، خیلی لذت بردیم. اصلا نمیشه با انقا مقایسش کرد. انقا به نظرم یک نویسنده که با یه نفر نمیشه مقایسش کنیم. منوچهر هادی. نه نه، من می‌خواستم بهش بگم آقای انقا خیلی منوچهر هادی هستی. می‌دونی چی میگم؟ این خیلی چیز. آره. آخه مهدی جان، من باهات موافقم. ما پدر بدم داریم، مادر بدم داریم. اصلا نباید دادم مقدس کنه این بگه مادرها مقدسن. نه، ما مادر بدم داریم، پدر. ولی اصلا این پدر تکلیف روشن. برای همین من یه جایی تو دو قسمت قبل گفتم میخوام ببینم این اماده کیه. آقا این اماد از کجای جامعه ما اومده؟ بعد اینقدر نفوذ داره، بعد لباس عرفانی تنش میکنه، کتاب نمیدونم حافظ ابو عطار یا ابو چیه اسم شاعرام، یه قاطی کردم یادم رفت، ابو ریحان بیرونی نه کتاب شعر میخونه، میدونی یه حالت عرفانی ساخته، ولی بعد میاد آبروی زن آبروی پسرش یعنی میبره دیگه، نابود میکنه دیگه. قشنگ حامد تهرانی رو نابود کرد وقتی بهش گفت برو عقدش کن. بعد همه هم که اجازه اماده دیگه. احتجا من یه سوال داشتم. شما فکر کن مثلا به عنوان کارگردان من یه فیلمنامه آوردم، میگم آقا یه داستان وکیلیه که پرونده یه کسی رو قبول میکنه که میخواد اعدام شه، حالا این عاشق این وکیله میشه، خیلی داستان جالبی میشه. آفرین، چقدر جذابه. ولی چجوری باید تو گم بزنی به این داستان آخه؟ مگه میشه؟ آره. یه موقع تو چه میدونم یه فیلمنامه خیلی معمولیه ولی اینقدر این جذابه، حالا یارو داره میخواد اعدام شه، عاشق وکیل شه، اینا با هم یه سری تقابلات دارن، جذابه. چی جوری تو میتونی اینجوری گم بزنی؟ یعنی بدترین حالتش وکیل رو بیاریم زندار کنیم، اون یکی رو فلان کنیم، رنج روور بیاریم عین سیاساکتی از بالا بندازیمش پایین، دقیقاً این انیمیشن های سیگار 1 میلیون تومانی بکشیم، سیگار کوبایی 1 میلیون تومانی بکشیم. آره اون سیگار نخ 600 هزار تومنه. نه بسته 1 میلیون و نیمه. زیاد چیزش نخ. بسته هر چقدر اون سیگاری که میکشه بسته 1 میلیون و نیمه. بعد آره برام یه چیزایی فرستاده بودن. یه سیگارای کوبایی هست که برگ بزرگه، اونا دونه 500 هزار تومنه. این برگ سیگار برگ نمیکشه. نه اینا اصلا برگ کوباییه، هم باریک داره هم زخیم داره و اینجوری. ولی در قبول دارید یه چیز آیا انقا، من این فامیلیش هم خیلی خطری آدم همش احساس کنم اشتباه انقا میگم چیزه، یه احساس کنم کمک کار دستیار کارگردان یه ارجمندم میآورد، یعنی کارو میبستن ها، داروش ارجمندم میآورد دیدش کمک دستیار قشنگ، مخصوصا صحنه های سکسیشو خوراکشون. آره دیگه، نه وقتی که تو توی اون آغازداده یه صحنه اونجوری شکلات بده و من بگم بیا با هم آش بخوریم و فلان، بعد روزوم کردی روی بازیگر دختری که به نظر من هیچ استعدادی در بازیگری نداره، شاید که ملیل دوز خوب میشد، شاید کوبلندوز خوب میشد، ولی نتونسته دیگه بازیگر خوبی بشه چون استعداد نداره، واقعا از میمیکش نمیتونه استفاده کنه. بعد خیلی مهمه که در بازیگری نقش مقابل خیلی مهمه، تو بازی شهاب حسینی رو هم خراب میکنی، شهاب حسینی که لحظه چشش اینجوری آویزون میشه و اون اکتو برای تو میاد، بعد من نمیفهمم. به هر حال بذار صحبت پایانی رو بشنویم، اگر صحبت پایانی هست بفرمایین در موردش، بگو نازگل و بعد با کیارش و بچه‌ها به پایان. ببین من فکر می‌کنم بیشتر از اینکه بازیگرا کار همدیگر خراب بکنن، انقدر کارگردان بلد نبوده از اینا بازی بگیره، به اندازه کافی خراب بوده ماجرا، یعنی از پایه و اساس خراب بوده. و مسئله که وجود داره اینه که خود من فکر می‌کنم بر اساس یه کتاب بود، بچه‌ها اگر من دارم اشتباه می‌کنم اصلاح هم بکنید، من واقعا بعد برم نگاه کنم اسم کتاب رو، برم کتاب رو بخونم ببینم گناه داره نویسنده الف مشفق. آره. کتابی وجود نداره بچه‌ها، ببخشید خب همون چی کتابی وجود نداره، چون ببین من دربارش تحقیق کردم نداره، خیلی کم پیش میاد از روی کتاب بنویسی و اینقدر گم بزنی تو شخصیت پردازی، چون واقعا ما الان یک دونه شخصیت نداریم که شخصیت پردازی درستی در داستان داشته باشه، همه از دم به فناان، به خاطر همینم در نمیاد. یعنی مهمترین قضیه اینه، میخوام این مثال براتون بزنم در خصوص یک داستانی که هم پلیسی هم وکیل توش داره، هم دادگاه داره، هم زندانی داره، هم همه اینها، که دقیقاً هر قسمت اولش هم با یه جمله از یک نویسنده خفن شروع میکنه. یه سریالی به اسم قضاوت که الان در ترکیه داره پخش میشه، فکر کنم 80-90 قسمت هم رفته، هر کدومم 2 ساعته.
دونه برات میکاره تو قسمت 20 تو قسمت 50 درو میکنه، انقدر قشنگ این کارو انجام میده، انقدر شخصیت پردازی ها قشنگ، انقدر بازی ها روون، انقدر داستان ها خفنه که تو دو ساعت رو که نگاه میکنی بعد میشینی میگی بذارم بعدیش چی میشه. امی برد بابا دیگه، شما به اندازه من نمیگم هالیوود و نولان بیان یاد بگیرین، از همین کشور دوست و همسایه بغلمون یاد بگیرین، چطور اونا میتونن این کارو بکنن؟ نازگل ترکیه مقایسه نکن ایرانو با ترکیه، ترکیه صنعتی شد، ما صنعت نداره سینمامون. خب مشکل همینه دیگه، ما تقوایی داریم، کیارستمی داشتیم، ما اینا رو داشتیم، آدم خفن داشتیم تو سینما، فرمانورا داریم، نمیدونم این همه بازیگر خفن داریم، ما خیلی چیزا داشتیم. تو نسل جدید همایون غنی‌زاده کارگردان درجه یکیه که داره تئاتر کار میکنه، سعید روستایی خوبه، هومن سیدی خوبه، کلی کارگردان خفن میتونم برای تو نسل جدید اسم ببرم. نرگس آبگیر چقدر کارگردان خوبیه که الان داره، واقعا منتظرم یک سریالش رو بسازه ببینم چیکار داره میکنه. فکر میکنم بامداد خمار رو اگر اشتباه نکنم داره میسازه، یه سریالی ازش شنیدم یا سووشون رو داره میسازه، ببخشید سووشون رو داره میسازه. آخه نازگل ببین، وقتی صنعتی نیست ضعیف میشه. مثلا شما همین طراحای صحنه سریالای همین ترکیه، آره یه زمانی میشد ایران رو با ترکیه مقایسه کرد، یه خورده نزدیک بودن، اصلا ترکیه دیگه قابل قیاس نیست. بچه ترکیه به خاطر اینکه میره دعوت میکنه از نویسنده کانادایی، از ادیتور آمریکایی، خب بعد تمام برندهای معروف دنیا میاد میگه من لباسش میدم، بنده کفشش رو من میدم، اونو من فلان میکنم. برای همین دست دست هم میدم و یه سریال خوب در میاد. ولی اینجا وقتی رابطه داشته باشی میتونی یه سریالی مثل سریال هفت که خیلی از این سریال بهتر بود، سریال هفت واقعا از این سریال بهتر بود، رابطه نداشت، رفت توی تماشاخونه پخش شد، ولی این رابطه داشت، این سریال اومد توی فیلمو پخش شد، فیلمو نامبر وان ویودی های فیلمت جلوه به نظر. آره. من تا الان تو پلتفرما فیلمت خیلی بهتر داره عمل میکنه، لاغم با دفترچه یادداشت دهن همه رو بست. ما بعد شهرزاد قورباغه که من هنوزم فقط پایانش رو دوست نداشتم، زخم کاری فصل یک دیگه سریال خوب نداشتیم واقعا، داشتیم شهرزاد هم پلتفرما نبود، اکتور آها، ولی فیلمت زد تو دهنمشون، یه کار شسته رفته خوشگل ده. از اول ببین چقدر خوب معرفی کرد، شخصیت پردازی کرد، هم خندون داد هم ترسون داد هم معما برات درست کرد، خوبم جمعش کرد، باریکلا بهش. یاد بگیرید دیگه، از این یاد بگیرید محمد، کیارش یاد بگیرید. کیارش صحبت پایانی؟ جای سر خالی پردیس فروبدین رو گفتی، مدتی که نبودی کلن باتریلی از روش رد شد و راجع به بازیه صحبت کرد. آقای انقا من پیشنهاد میکنم که شما میتونید کارگردان خوبی بشید در ساخت فیلم های پورن و اصلا در ساخت این نوع از فیلم ها شما خوب نیستید، چون این زادی ذهن شماست که ما داریم میبینیم. راجع به شخصیت ها گفتی و شیرین اشاره کرد به سفید شدن شخصیت مهتاب. ببینید هنوز شخصیت مهتاب سفید نیست، شخصیت مهتاب هنوز داره گریه میکنه برای نه چرا تعجب میکنی شیرین جان، زن ستیز این کارگردان، شخصیت مهتاب داره میلرزه هنوز برای حامد، کاملا مشخصه. و حتی توی شخصیت مهتاب هم ما داریم این داستان رو میبینیم که این زن ستیزی بسیار دیده میشه. منشی حامد همچنان داره از عشق حامد بال میزنه. بابا شما چی میخوای نشونه ما بدی؟ من واقعا متوجه نمیشم. راجب افکت ها گفتی محمد، دیگه این لایهی که روی صورت خانم مصطفیه که دیگه تو چش ماهی که کلن این افکت، کل افکت خب یه گریم خوب میکردید یا اصلا یه بازیگر دیگه انتخاب کردید که صورتش انقدر مشکل داشته، یا یک در واقع یک شخصیت پردازی دیگه میوردید روش که با چهره خودش بیاد. ببینیم واقعا اماد با پسرش صحبت میکنه، میگه برو از اون طلاق بگیر، میگیره میگه برو با این ازدواج کن، میکنه. بعد حامد تهرانی میره با دختره میگه تو رو خود ببخشید من به زبان خیلی عامیانه میگم، تو رو خدا بیا با من ازدواج کن. خب اگه مثلا نشون بده که ایشون واقعا عاشق ایشون شده طبق فیلمنامه‌ای که محمد گفت و مهدی هم اشاره کرد، میتونسته خیلی قشنگ اشاره کنه، ولی شما اصلا به این موضوع اشاره نمی‌کنی. فرشته قراره 72 ساعت بعد اعدام شه و فرشته فقط میخواد با حامد تهرانی بخوابه، یعنی هیچ چیز دیگری نیست، اینا قرار نیست با هم زندگی کنن. آقای تهرانی اینها، آقای تهرانی میگم، آقای انقا اصلا قرار نیست اینا با هم زندگی کنن، یعنی تنها هدف شما اینها با هم همبستر شن، اون هم طی صحنه هایی که زادی ذهن شماست و میای با تصویری که هنوز نمیتونم درکش کنم، اون سایه های روی دیوار، تصویر پاهاشونو میای به ما نشون میدی.
من واقعا متاسفم آقای انقا، به نظرم کاملا برام اثبات شد. خدا رو شکر که از اول میگفتیم در قسمت‌های پیش ایشون یک مریض به تمام معنا هستن و پیشنهاد میکنم که برم میشه مشاور و حداقل از صداهایی مثل خسرو شکیبایی در قسمت‌های پیش یا از بزرگان هنر ما یا جمله‌ای که مهدی گفت حداقل استفاده نکنید، چون شما خیلی فاصله دارید از اون انسان‌ها. کیارش من اصلا نمیخوام حالا بحثمو، چون تو دوتا برنامه ما بحث داشتیم در مورد اینکه من از اون دستم که میگم همه چیونه، شما یه عشقای ممنوعه داریم، شما هی به نازلی اشاره میکنی، یه عشقایی هستش تو بعض تو جامعه ما به وجود میاد که واقعا نباید بشه ولی میشه، چون اون دیگه برمیگرده. ولی خب آقای انقا میاد فقط نشون میده که نازلی عاشق حامد تهرانی، ولی نمیاد نشون بده که به جای اون آب بستنا به سریال ها اصلا کلا، حالا این سریال های بر شخصیت اون چی میگن آدمایی که توی داستان هستن و نمیاد برام باز کنه، نمیاد باز کرد که نازلی به چه دلیل باید عاشق حامد تهرانی بشه، که ما اینا رو داریم توی عشق ممنوع است که بعضی اصلا چی میگن درش هم میذارن، یعنی تو این تو وجود نازلی بود، نازلی هیچ وقت ابراز نکرد چون متأهل بود حامد تهرانی، هیچ وقت ابراز نکرد به حامد تهرانی که اینو فقط یه مخالفتی میخواستم باهات بکنم. میگم اینا چرا میگه ابراز نکرد؟ ابراز کرد در نهایت ابراز کرد دیگه گفتش که من فکر می‌کنم خواهرم، میگفت من خواهرچیز نیستم دیگه، بهش گفت دیگه بعدش. خب اون دیگه زمانی بود که میدونی بهش برخورد وقتی که داشت از فرشته دفاع میکرد، میگفت تو اسمش هم نمیگی فرشته، حامد تهرانیه، فرشته عاشق حامد تهرانیه، مهتاب برای حامد تهرانی گریه میکنه، حامد تهرانی من قیافه رو شما نگو، به خواست خودم نیست، به زور به خاطر دختره داره بهم تو اتاق. ای آقا چرا اینقدر خانم رو بدنشون میدی؟ تریاک هم میکنه خب اصلا جای اسم فیلمو میتونستم بزنم عشق نافرجام، والا همه عاشق هم دیگن تو این کار، تو هر دو نفری رو مثال بزنی عاشق این عاشق زن قدیمه اون بوده، باباش با زنش اون یکی، من فکر میکنم گناه فرشته اصلا همینه، من فکر میکنم فرشته کسی که به دست همون آقای اماچیز شده که تو رابطه حالا بره زندان به هر نحوی بیاد یه کاری کنه که این از زنش جدا بشه، بعدم از همون ور اما دوباره اون یکی هم چیز میکنه که مینه قتل و گردن میگه، این کلا میاد بیرون، ولی رابطه اینا به هم ریخته. گناه فرشته هم فکر کنم در واقع همین میشه، اصلا کلا یه جمله معروفه میگه یه پسر بعد میشه یه پدر بعد، یه پدر بعد میشه یه پدر سگ. بفرمایید شیرین جان. جانم میفرموده عبدی عزیز، آره درسته، شاید دو قسمت دیگه بیشتر از این سریال نمونده دیگه، دو قسمت دیگه، بله بله تو این دو قسمت قطعا بله فرشته اصلا اعدام نمیشه، فرشته میاد بیرون، ولی منی که حالا یه درصدی از اون داشتم از این سریال یه داستانشو یه ذره دوست داشتم و حامد انقا دست اصلا دیگه برای بقیه، حتی ببین من قسمت دوم بود گفتم که بعضی های سریال رو میبینن که مخاطب اومدن گفتن اون بعضی ها حالا چه پاسکا رفتی؟ حتی نه فهم میخوام بگم حتی عزیزم باشگاه رفتی؟ باشگاه آره؟ ورزشی بعضی وقتا داری یه سری دستگاه‌ها کار می‌کنی، یکی میاد میگه اشتباه می‌زنی، شما داشتی اشتباه می‌زدی این مدت کلشو سر این سیا. ببین من آخه یه سری بحثامو با بچه‌ها داشتم که اصلا ربطی نداره، الان هم نمی‌خوام اصلا برنامه طولانی بشه، چون من اینو بذار کامل کنم، همونایی که گفتم یه چند تا دوستای من نگاه می‌کنن این سریال، حتی من امروز از قصد بهشون زنگ زدم، اونا میگفتن شیرین وقتی این سکانس زندان رو نشون داد حالمون بد شد، یعنی حتی اون دست مخاطب هم دیگه رفت، یعنی از دست داد، یعنی دیگه برای مخاطبا دیگه این دو قسمت اصلا هر چی سوژه شد دیگه. بچه این سوژه اینستاگرام خیلی ها شد مثل اون سیغه ای که شکلات دادن و که وقت داری بیایم با هم آش بخوریم. چرا اسم همارم میذاره حامد؟ به خاطر خودش بحث کردید فامیلی بابا ایشی جان شبیه مانی حقیقی شدی برادر، جدی میگی؟ آره بچه ها اجازه بدین که مخاطب اون کامنتشو بذاره ببینیم در نظرش چی بوده، اگر من کامنتامون خیلی خوب بود برنامه رو ادامه میدیم برای قسمت 15، در غیر این صورت به نظر من کشش نداره دیگه اصلا فرامرز اصلانی. آره فرامرز اصلانی هم از دست دادیم متاسفانه، اول برنامه یه عکسی اومد رفت دیدن همه و یادش گرامی همیشه در قلب ماست، ما باش کلی خاطره داریم اگه یه روزی نامتون. مرسی کیارش، مرسی شیرین، محمد، مرسی عبدی، ممنون، مرسی نازگل که تو برنامه بودین، دمتونم گرم، جای بقیه بچه خالی
و امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید. شب خوش، روز خوش.